تصمیم دولت دونالد ترامپ مبنی بر داخل کردن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا FTO نه تنها تجارت شرکت‌ها و مؤسسات خارجی با ایران که طیف وسیعی از معادلات امنیتی و سیاسی و همچنین همکاری‌های اطلاعاتی را در منطقه عمیقاً تحت تأثیر قرار خواهد داد. آمریکا در سال 2007 نیروی قدس شاخه عملیات برونمرزی سپاه را در لیست شمول فرمان اجرایی 13224 قرار داده بود و وزارت خزانه‌داری دولت ترامپ نیز در ماه اکتبر سال 2017 سپاه پاسداران را به دلیل حمایت از تروریسم در شمول این فرمان اجرایی قرار داد. با این حال وزارت خارجه آمریکا تاکنون از قرار دادن رسمی مجموعه سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی پرهیز کرده بود. با توجه به دامنه گسترده فعالیت‌های اقتصادی و تجاری سپاه علاوه ایفای نقش دفاعی در کنار ارتش، قرار دادن مجموعه سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی می‌تواند بزرگترین اقدام واشنگتن علیه جمهوری اسلامی از زمان بازگشت تحریم‌ها تلقی شود. در چنین شرایطی آمریکا برای نخستین بار است که نیروهای نظامی یک کشور خارجی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهد و به دلیل اهمیت خاص و تأثیر گسترده این حرکت است که جواد ظریف وزیر خارجه و رحیم جعفری فرمانده سپاه نیز نسبت به عواقب وخیم چنین اقدامی هشدار فوری داده و تهدید به مقابله به مصر کردند. آمریکا در حال حاضر دارای چندین پایگاه نظامی و ده‌ها هزار نیرو در کشورهای همسایه ایران از جمله عراق، افغانستان، کویت، بحرین، قطر و عربستان سعودی است و این پایگاه‌ها و نفرات در تیررس موشک‌های جمهوری اسلامی قرار دارند. بخش بزرگی از هزینه‌های سپاه پاسداران در ردیف‌های عادی اعتبارات دولتی قرار ندارند و از راه انجام فعالیت‌های اقتصادی توسط نهادها و مؤسسات زیرمجموعه سپاه مانند قرارگاه خاتم الانبیا تامین می‌شوند. تعداد مؤسسات پیمانکاری، مالی، تجارت خارجی، تولیدی و سرمایه‌گذاری سپاه از 1000 واحد بیشتر است و بسیاری از مؤسسات وابسته دارای مؤسسات فرعی متعلق به خود هستند. سازمان‌های انتفاعی وابسته به سپاه، سهام مؤسسات دولتی، بنیادها و مجموعه‌های متعلق به بخش خصوصی را خریداری و در این مجموعه‌ها هم دارای سهم شده‌اند. بخشی از این مؤسسات با برخورداری از حمایت سپاه زیر عنوان نیروهای مسلح فعالیت داشته و تأمین نیازهای دارویی و خوراکی کشور را بر عهده دارند. به عنوان مثال تأمین و تولید مرغ و تخم مرغ و واردات خوراک طیور و دام عمدتاً توسط مؤسسات و تعاونی‌های وابسته و یا مرتبط با نیروهای مسلح انجام می‌شود. شماری از واحدهای اقتصادی و تجاری سپاه با عنوان نیروهای مسلح با ارتش و نیروی انتظامی در هم تنیده و به این دلیل همکاری شرکت‌های خارجی با چنین مؤسساتی می‌تواند به عنوان همکاری با یک سازمان تروریستی تلقی شود. نیروهای نظامی کشورها در صورت قرار گرفتن در صحنه‌های مشترک به خصوص به منظور پرهیز از برخوردهای پیش‌بینی نشده دارای کانال‌های ارتباطی و اطلاعاتی و در بهترین شکل آمادگی برای همکاری‌اند. بعد از اشغال عراق توسط آمریکا در ماه مارس سال 2003 نیروی قدس سپاه در عراق فعال شد و بر اساس شواهد موجود از سال 2005 تا 2007 یعنی زمان قرار گرفتن نیروی قدس در شمول فرمان اجرایی 13224 نیروهای آمریکایی با نیروهای قدس در آن کشور ارتباط و همکاری داشتند. گزارش‌های متعدد از همکاری نیروهای نظامی ایران با نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان نیز تاکنون انتشار یافته است. با قرار گرفتن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی خارج، داشتن چنین روابطی همکاری با یک سازمان تروریستی تلقی و به دلیل داشتن تبعات قانونی عملاً امکان پذیر نخواهد بود. از این پس برخورد احتمالی نیروهای آمریکایی با پایگاه‌ها و نفرات سپاه در داخل و خارج از خاک ایران طبیعت متفاوتی یافته و مقابله با عوامل تروریستی تلقی می‌شوند. در صورت مقابله به مثل جمهوری اسلامی با ارتش آمریکا و تروریست خواندن نیروهای مسلح آمریکایی مستقر در منطقه و کشورهای همسایه، مناسبات خصمانه دو کشور می‌تواند به آسانی در وضعیت قرمز و جنگ مسلحانه قرار بگیرند. اگرچه سپاه در گذشته علاوه بر انجام دو حمله موشکی و توپخانه علیه قرارگاه‌های مجاهدین خلق در درون عراق، نیروهای داعش را در خاک سوریه مورد حمله موشکی قرار داده است، اما با توجه به قدرت آتش آمریکا در منطقه، مبادرت به اقدام مشابه علیه نیروهای آمریکایی برای سپاه مترادف با خودکشی است.
اعلام تصمیم اخیر دولت ترامپ مبنی بر تروریست قلمداد کردن مجموعه سپاه که بعد از یک سال تأمل و در راستای سیاست اعمال فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و بازوی مسلح آن صورت گرفته، میتواند ضمن کاهش فاحش حجم همکاری‌های تجاری و مالی مؤسسات خارجی با ایران، با افزایش سریع تنش سیاسی و نظامی ما بین تهران و واشنگتن منجر شود.